زمان به اندازه یک پلک زدن چشمم نیست، 30 سال در تاریخ یک کشور. اما یکی از بزرگترین پژوهشگران تاریخ ما، یعنی زنده‌یاد عباس اقبال آشتیانی، که هم درباره همین مسئله مطالبی رو قلم زده، میگه تازه بعد از 50 سال بعد از مرگ هر شخصیت تاریخی است که باید به سراغ او رفت، یعنی آنگاه که دیگر مخالفان و شیفتگان اونها از دنیا رفته باشد، اسناد بیرون آمده باشد و دور و دور داوری و حقیقت و یافتن حقیقت و داوری به پژوهشگرانی بیفتد، به دست آنهایی بیفتد که عقده و کین شخصی نداشته باشد و یا نوکر بیگانه نباشد. ناگزیرم این باور خود را در اینجا بیاورم که هنوز این شکست استخوان گرم است و دردهای پس از شکستگی در پیش، یعنی ای دریغا که هنوز هم بسیاری نفهمیدند که اصلا چه بر سر ایران آورده، چه بر سر ایران ما و چه بر سر ایرانیان آوردند. همانانی که از سر کین و دشمنی آن نظام را به سقوط کشاندند و بازیچه و آلت دست دشمنان ایران زمین شدند و خیال کردند تا پادشاه را از ایران برانند این کشور یک روزه به سوئیس و فرانسه و آلمان مبدل خواهد شد. 30 سال 32 سال گذشت و ایران روز به روز بیشتر به سوی پرتگاه نیستی و نابودی و روزمرگی رفت. ایشان اما همچنان در همان خیال خام و غافل از این راستی که ای بسا دیگر اصلا ایرانی بر جایی نماند اگر همینطور پیش بره. گمان هم نمی رود که حتی محو شدن کامل ایران از نقشه جغرافیای جهان و نابودی تمام ایرانیان هم وجدان خفته آنانی که این بلا رو سر ایران آوردند، کین ورزان، دشمنان، حسودان، حسد ورزان، نامردان، که وجدان خفتهشان هرگز بیدار نخواهد شد و آنان هرگز با شرف و دادگری آشتی نخواهند کرد، چرا که هنوز هم گریبان پهلوی ها را رها نکرده اند. اگر سری به رسانه ها و وبسایت ها و برنامه های مختلف تلویزیونی و رسانه های دیداری و نوشتاری و گفتاریشان بیندازید، میبینید که چگونه انقلابیون دیروز، خائنین به ایران و ایرانی، وقتی برید و این رسانه ها رو، این مقاله ها رو در این وبسایت ها ببینید، به نیکی در خواهید یافت که هنوز هم 70-80% دشمنان ملت ایران همانهایی هستند که هنوز گریبان پهلوی ها را رها نکردند حتی بعد از مرگشان، و آنها هستند که در بدبختی و نابودی این ملت و این مملکت شریکند، بیشتر از حتی همین روز خونهای پتیاره حرامزادهی که امروز کشور ما رو به این بدبختی و نکبت انداختند. تو گویی این بی وجدانها، این اهریمنزاده ها، این اهریمن بچه از مادر زاییده شده ها و به شکل همان اهریمن بچگان هم که زائید شده اند از دنیا خواهند رفت. اما کودکانی با ریش و موی سفید و پشتی خمیده و دلی سیاه چون شب یلدا، زیرا نشان دادند که جز فراگیری نفرت و لجاجت هیچ استعداد دیگری ندارند و آنها را روشن فکران و نخبگان و اندیشمندان ما هم نامیدندشان و مینامند. استعدادشان فراگیری نفرت و لجاجت و دشمنی، دروغگویی و پس فطرتی بود و هیچ استعداد دیگری ندارند که ایران را با همان لجاجت و نفرت اهریمنی خود بر باد فنا دادند. باری پهلوی ها
در زمره آن انسانهایی بودند که دست کم یک سده زودتر از زمان خود به دنیا آمدند. حکومتی هم که در ایران بنیان نهادند یک سده برای ایرانیان زود بود. به همین خاطر هم خودشان قربانی جهل و پسماندگی هم میهنان معاصر خود شدند و همین که حکومت 100 سال جلوتر از زمان آنان به دست واپسماندگان و بی فرهنگان سقوط کرد، به ویژه پهلوی دوم شاه شاهان محمد رضا شاه آریامهر ایران پدر. همچنان که ما در پهنه ادبیات و هنر هم کسانی رو داشتیم که آنان نیز برای زمان خود خیلی زود بودند، به سان آخوندزاده که 120 سال پیش از استقرار حکومت خونخوار تحمیل شده به ملت ایران، رژیم اشغالگر اسلامی دین اسلام و آزادی و ترقی رو دشمنان سازش ناپذیر خواند. کسروی تبریزی که 80 سال پیش از این استبداد اصلی رو فاشیسم مذهبی نامید و گفت ما یک حکومت به ملاها بده کاریم تا تکلیف من با آنها یک بار برای همیشه روشن شود، و به جای چریک بازی به نقد این آیین خردستیز و دشمن ایران مبادرت ورزید. میرزا آقاخان کرمانی که حتی در روزگار پیش از مشروطیت خواستار نابودی تز و ایدئولوژی اسلامی در ایران شد، صادق هدایت که او هم 60-70 سال پیش درد و دشمن اصلی را شناخت و اسلام را میکروب جامعه ما دانست، و سرانجام فریدون و فروغ فرخزاد و بیژن مفید و دخا و صدها تن عزیزان هموطن نازنینی که شجاع الدین شفاها و دخا و صدها انسانهای بزرگی که درد اصلی جامعه را ویروس اصلی را شناسایی کرد. به همین سبب هم مردمان جاهل هم عصر میرزا فتحعلی او را کافر خوانده و خونش را حلال دانستند. میرزا آقاخان را به فتوای روزخانها سر بریدند، کسروی را لامذهب خواندند و شکمش را دریدند، هدایت را حتی با ثباتهای زمان خودش لاابالی و ضد خدا خطاب کردند و با بیمهری و در تنگنا قرار دادن به انتحار واداشتند. فروغ را فاحشه، فریدون را مفعول و بدکاره خوانده و سرانجام ذبح اسلامی کردند. بیژن مفید هم که در دیار غربت آنچنان غریبانه و بیکس ماند و در وضعیتی جان به جان آفرین تسلیم کرد که اصلا همان به که در موردش هیچ گفته و نوشته نشود. من اگر شاهنشاه آریامهر ایران پدر را برای ایران زود می دانم، از این روز که او سیاست مداری بود آنچنان آگاه و پیشرو و مدرن که حتی هنوز هم تا به این ثانیه کسی به آگاهی و میهن پرستی و ترقی خواهی و منش و بزرگی وی دست کم در خاورمیانه و آسیا چهره ننموده است. چه رسد به ایران و در میان دشمنانش این واپسمانده ها، این عقده‌ای ها، این حسد ورزان، این روشن فکران دوزاری کثیفی که کشور ما رو با این دشمنی و کینه ورزیشون به اینجا کشوندند. دشمنانی که از پسماندگی یک دایناسور تاریخی فکری به نام خمینی رو بر او ترجیح دادند. روشن فکران، اندیشمندان، بزرگان، سیاستمداران، متفکران کشور ما. شاهنشاه آریامهر حتی در زمینه‌های شخصی هم از سیاست مداران هم عصر خودش یک سر و گردن بلندتر بود. حتی از اکثر سیاست مداران مشهور غرب او آنچنان کردار و گفتار و وقار و متانتی داشت که احترام حتی بزرگترین رهبران نیرومندترین کشورهای جهان رو هم نسبت به خود، میهن و مردمش، تاریخش، ملتش برمی انگیخت. خود من 37-38 سال پیش که اومدم به این آمریکا در فرودگاه هیوستون میلرزیدم، همسیک شده بودن، مأمور امیگریشن یک سیاه پوست قوی هیکل
پاسپورت منو گرفت، به جان 4 فرزندم باز کرد، گفت ایران شاه، ایران شاه، گود گود من، گود من، زد و داد به من، گفت برو. پادشاه ایران آریامهر حتی در زمینه‌های شخصی هم از سیاست مداران هم عصر خود یک سر و گردن بلندتر بود. حتی اکثر سیاست مداران مشهور غرب او آنچنان کردار و گفتار و وقار و متانتی داشت که احترام حتی بزرگترین رهبران نیرومندترین کشورهای جهان رو هم نسبت به خودش، میهنش، تاریخش و ملتش برمی‌آورد.